درود خدمت تمام شما بیننده های گرامی. در این برنامه تلاش میکنیم تا از آنچه در روند صلح افغانستان میگذرد برای شما بیشتر معلومات و جزئیات تهیه و تقدیمتان کنیم. چنانچه در گزارش ها مشاهده کردید، حکومت افغانستان در یک سردرگمی مبهم قرار دارد به خاطر روند صلح. آنچه که انتظار میرفت به خاطر کشاندن طالبان، کاهش خشونت، توقف جنگ تا کنون به دست نیامده و این طرف حکومت هم به یک نحوه بحث آزادی زندانیان را با مصرف بیش از 300 میلیون افغانی توسط مردم تایید کرده که تا هنوز هم عملا آغاز نشده، اما واقعا بازی که جریان داره معلوم نیست که به کجا ختم میشه و چه کسی برنده و چه کسی بازنده است. اما امیدوار هستیم که مردم افغانستان از این وضعیت و از این چهره هایی که واقعا نمیتونن گرهگشا باشن روزی بدر آیند. در ابتدا گزارش مشاهده کنیم و برمیگردیم در رابطه با بحث صلح و آیا مردم افغانستان به صلح خواهند رسید و طالبان صلح خواهند کرد و حکومت چقدر صلح میخواهد، بیشتر صحبت خواهیم کرد. گزارش محمد اشرف غنی در گفتگو با نهاد شورای روابط خارجی آمریکا برقراری آتش بس، راهکارهای سیاسی برای پایان جنگ و ریشه‌کن ساختن هراس افغانی را از اولویت‌های هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان در گفتگو با طالبان می‌داند. آنچه از مذاکرات میان افغانان میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان به دست می‌آید، نهایی نبوده و باید شورای ملی و مردم افغانستان آن را تایید و نهایی کنند. رئیس جمهور غنی از طالبان می‌خواهد که باید تمامی چالش‌ها و اختلاف‌هایشان را در میز گفتگو حل بسازند. همواره در جبهات و سنگرها بر ضد هم جنگ کرده ایم. گاهی با هم نشسته ایم که یک دیگر را بشناسیم و با هم دیگر صحبت کنیم. در سال 2018 آتش بس را من اعلام کردم و طالبان نیز بر آن توافق کردند. دیدید که در آن روزها خون هیچ کسی ریختانده نشد، هیچ طالب کشته نشد. این نشان می‌دهد که ما می‌توانیم از طریق گفتگوها با هم مشکلات را حل کنیم. در حالی که رهایی زندانیان طالب با نگرانی های همراه بوده است، رئیس جمهور غنی نیز میگوید هیچ تضمینی به برنگشتن این زندانیان طالب به میدان جنگ وجود ندارد. هیچ تضمینی وجود ندارد. کی میتواند این تضمین را بدهد؟ این پرسش مطرح شده و پاسخی به آن ارائه نشده است، چون این تضمین امکان ندارد. اما این یک نشانه عمده خواهد بود که آیا طالبان واقعا مایل به دست کشیدن از خشونت اند یا خیر. قرار است حکومت افغانستان 400 زندانی طالبان را رها کند و پس از آن مذاکرات صلح در قطر آغاز شود. اما به دلایلی که تا هنوز روشن نیست، هم سفر هیئت مذاکره کننده صلح به قطر و هم رهایی زندانیان طالب زمانگیر شده است. بحث صلح افغانستان واقعا بحث میان افغانان است و یا آنچه که جهان و به خصوص امریکا میخواهد که به خاطر رسیدن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا باید چنین برنامه تطبیق شود و آیا واقعا آقای غنی و حکومت افغانستان دست باز به خاطر صلح و جنگ دارن و یا خیر؟ سوالات است که در این برنامه میخواهیم پاسخش را داشته باشیم. بیشتر صحبت خواهیم کرد با مهمانانمان جناب آقای احمد داور نادی، رئیس انجمن صلح افغانستان، آقای بصیر یوسفی، استاد دانشگاه، جناب آقای شیر خستی، والی پیشین غزنی. مهمانان گرامی، شما را به بحث خوش آمدید میگیم. اگر با شما آغاز کنیم جناب نادی، چقدر امیدوار هستین که بتانیم به خاطر رسیدن مردم افغانستان به صلح واقعا تمام طرف ها را برای یک دیدگاه مشترک دور هم بکشانیم و میز یک دور یک میز بتانن اینا تفاهم کنن؟ آیا واقعا خلایی را شما با آن بزرگی نمیبینین که روند بتانه متوقف کنه و یا بتانه منحرف بسازه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز در بحث و همچنان بینندگان و مردم تشنه به صلح افغانستان. خدمت باید عرض کنم که رسیدن برای یک صلح پایدار تنها و تنها میتونه از طریق مذاکره و تفاهم روی مسائلی که سبب و دلایل جنگ را در افغانستان در تقریبا نیم قرن گذشته سبب شده میتونه با وجود بیاید. غیر از راه مذاکره و مفاهمه هیچ راه دیگه بر رسیدن صلح پایدار وجود ندارد. در حالی که میتونیم اگر بخوایم سرعت آوردن صلح را اضافه کنیم، چند راه دیگه هم وجود دارد. یا ای که دولت بر طالبان غالب شوند، یا ای که طالبان بر دولت غالب شوند و تسلیم یکدیگر شوند، یا ای که راه دوم و یگانه راه باقی مانده راه تفاهم و مذاکره است. تا جایی که من میدانم طالبان
تقریبا آمادگی نشان میتن، ولی اونا هم همچنان که لازم است مستقلانه فکر کردم نمیتونن و مستقلانه تصمیم گرفتن نمیتونن. درست. این همینجا خلاهای وجود درست. داره که میتونن مذاکرات صلح را کمه که خب به طبیق بدازن. جناب استاد، به باور شما چه کسی پشتی بازی قرار داره؟ زمانی که طالبان نمیتونن تصمیم مستقلانه بگیرن، کلید پیش کی است و حکومت افغانستان، مردم افغانستان آیا در یک بازی مبهم قرار دارند و باید به کدام در مراجعه کنند؟ بله، طوری که همه ما شما میدانیم، نه تنها این جنگ آخری که طالبان به مقابل دولت افغانستان میگنند، بلکه جنگ های ما قبل از او هم از بیرون ترهریزی میشد و بالای ملت افغانستان تحمیل شده و جنگ خارجی ها روی منافع استراتژیکشان در افغانستان بوده و هست و تا زمانی که صلح نیامده و حتی در میز مذاکرات به خاطر رسیدن به اون منافع هم همچنان بیرونی ها سهمی داشته باشند. عمدتاً و خاصتاً کشورهای همسایه ما که زمینه تجهیز، تربیت و تقویت نیروهای مخالف مسلح دولت را مهیا میکنند، بسیار شدیداً در این مسئله واضحاً و بسیار علنی شامل هستند که بارها او را خودشان هم اعتراف کردند. ما میگم که اگر میخواهیم به صلح برسیم، یگانه راهش راه مفاهمه و مذاکره است و رهایی زندانیان که امروز به حیث آخرین صد در مقابل مذاکرات صلح قرار داشت میتونه صورت بگیره، زمانی که همزمان با اعلان آتش بس از طرف طالبان با دولت افغانستان و آغاز مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان صورت بگیره. اگر دولت افغانستان قبل از آغاز مذاکرات و قبل از اعلان آتش بس توسط طالبان زندانیان را آزاد میکنن، من فکر میکنم تضمینی وجود نداره که بتانیم این مذاکرات را به شکل احسنی که لازم است پیش ببریم. فلحاظا طالب باید قبول کنه که ملت افغانستان و دولت افغانستان در حمایت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارن و باید از همین طریق زمینه مصاحبه و مذاکره و مفاهمه را آماده کنن خودشان، که هم به نفع افغانستان است، هم به نفع طالبان و هم به نفع دولت افغانستان است. یگانه راهی که ما فکر میکنیم بتانیم ما به صلح پایدار برسیم امیس و هر راهی دیگه متضمن صلح پایدار نیست و شاید سبب یک آتش بس موقتی شود، ولی آتش بس موقتی میتونه 5 سال 10 سال دوام کنه، ولی بعد از او باز هم شرایط افغانستان، موقعیت افغانستان و تاریخ افغانستان نشان داده که اگر صلح بالای ملت افغانستان تحمیل میشه او پایدار نمیمونه، یک قسمتی از خاک افغانستان و مردم افغانستان دوباره علیه بی‌عدالتی، علیه تحمیل زور خاط مسلح شون و خاط بجنگان و به هیچ وجه تضمینی وجود نداره که بتونه صلح پایدار باشه. سپاسگزارم جناب نادی. در رابطه با آنچه که حالا شما فرمودین میخوایم از آقای یوسفی هم بپرسم که جناب استاد، اگر بپردازیم به پیشینه تاریخی وضعیت جنگ و صلح افغانستان، گروه های که از بگ نحوه از سالهای دهه 50 و 60 آغاز به فعالیت کردند، چه از لحاظ بگ نحوه خشونت و یا از لحاظ دینی، از لحاظ ابزاری، از لحاظ متفاوت، فکر میکنین که مردم افغانستان از او زمان چقدر در بطن این تغییرات وجود داشتند و آیا در حال حاضر هم فکر میکنین که مردم افغانستان خواستشان و آنچه که آرزویشان است به خاطر پایان جنگ و پایان خونریزی تطبیق میشه و یا نه، واقعا بازی هایست که میان تیم های به یک نحو دست به دست میشه و 10 سال و 20 سال یک تیم است و 20 سال دیگه تیم و مردم افغانستان همچنان نظارگر هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام ادب خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز در بث و بینندگان عزیز تلویزیون. خوشبختانه باید بگیم که گفتگوهای صلح جریان داره، اما متاسفانه باید بگیم که چیز در صحنه عمل متاسفانه اون جایگاهی که باید داشته باشه ما نمیبینیم. اگر ما بحث گفتگوهای صلح پیشینی از دورم ببینیم، از زمان بحث مساله ملی، آتش بس ملی که از زمان دکتر نجیب الله مطرح شد تا کنون هیچ کدام از این دستاورد را و دنبال نداشته. چرا؟ ما همیشه مشکل در بیرون از مرزهای افغانستان جستجو کردیم، همیشه انتظار تغییرات در حریکه قدرت‌های منطقه و ابرقدرت‌ها بودیم که بلکه به نحو تأثیرات خود بر افغانستان به جای بگذاره،
تا افغانستان به صلح برسه. هیچگاه ما در داخل خود افغانستان بحث صلح را عملا جستجو نکردیم. در قالب کلمات، مقالات، نامه ها و همسال اون بحث های تلویزیونی و اینا صورت گرفته گاگاهی. اما چیزی که عملا ما را به طرف صلح باید سوق بده متاسفانه ما او را نداشتیم. امروز بعض از طالبان صورت میگیره که طالبان وابستگی های خود دارن، حکومت افغانستان هم وابستگی های خود داره. حکومتی که در طی 4-5 دهه در افغانستان درگیر بودن، هر کدام از اینا وابستگی های خود داشتن. جنگ افغانستان جنگ وابستگی هاست. متاسفانه تحت نام ارتش های افغانستان مطرح شده، اما هیچگاهی بر ارتش های افغانستان نتیجه موثر نداشته، جز بهای ازیر به شکل خیلی سنگین مردم افغانستان آمدن پرداختن و انوز هم میپردازن. بحث فعلا که پیش آمده تحت نام گفتمان صلح، این هم بحث نیست که حکومت افغانستان این در حقیقت مطرح کرده باشه یا با حمایت خود به میدان گذاشته باشه. بازم به خاطر منافع دیگران است که بحث قضیه صلح در افغانستان مطرح شده. مشکلی که در اینجا وجود داره میخوایم این گونه بپرسم که حالا بپردازیم به حکومت آقای غنی و حکومت وحدت ملی، قبل از او آقای کرزی. آیا این رهبران، سران حکومت واقعا نمیدانند چی جریان داره و یا واقعا میدانند و ابزاری اند به خاطر عملی شدن برنامه های بیرونی در برابر مردم افغانستان؟ این سوال است که میخوان واقعا همه بدانند. اگر چنین است که میدانند، پس مردم باید چه کنند؟ اگر نمیدانند، واقعا اینا خود به نادانی میزنن و یا واقعا باید برنامه‌ای که ریخته شده اینا او را عملی بسازن و راه دیگری ندارن؟ یک مشکل عمده، چالش عمده که متاسفانه تا به حال وجود داره در رابطه با حکومتداری در طی 2 دهه که بحث دموکراسی مطرح است، بحث رسانه‌های آزاد وجود داره که متفاوت از 2 دهه قبل است. 2 دهه قبلی ما شرایط دیکتاتوری رو در افغانستان داشتیم، اما این 2 دهه لااقل رسانه های آزاد وجود داره، بحث مباحثات صورت میگیره. موقف حکومتداری افغانستان در قبال مشکلاتی که در افغانستان وجود داره بحث قضیه صلح، موقف کاملا واضح و روشن با مردم نبوده. در دیگه جهان وقتی که مشکلات پیش میاد، دولت میاد با مردم واضح و آشکار مطرح میکنه. دولت افغانستان وابستگی های خود داره، ما از جهات مختلف وابسته هستیم به جهان. امروز هیچ کشور 100% مستقل نیست، حتی ایالات متحده آمریکا 100% مستقل نیست، وابستگی های خود داره با بعضی کشورها. افغانستان در چنین شرایط وابستگی های خیلی زیاد داره. این وابستگی ها از جانب دولت خود افغانستان به معنای واقعی از او با مردم افغانستان باز شود، مردم افغانستان در بحث روند صلح زودتر حمایت خود به شکل قویتر میتونن در ثانی عمل نشان بدن. حالا که اگر بحث جرگی مطرح میشه، همگی نقد میکنن که چرا این جرگه صورت گرفت، جز پول مصرف کردن چیز نداره، نتایج هم چون به دنبال نداشته. جرگای پیشین هم متاسفانه این حالت رو داشته. در شرایط فعلی ما نباید پول گزاف رو مصرف بکنیم. مشکلی که در اینجا وجود داره، ابتدا باید طرفین فداکاری بکنن بر صلح. صلح با آسانی در حقیقت در افغانستان تامین نمیشه. باید در حقیقت بهای زور گزاف پرداخت کرد. آسان نیست، اما میبینین که ما در صف دولت خود صف واحدی وجود نداره، دیدگاه واحد در رابطه به صلح وجود نداره. شما چی طور انتظار دارین که در بعض برنامه صلح که در آینده به افغانستان تامین شه و اون صلح پایدار باشه، اینا چی طور ممکن است که بیان در بعض مذاکرات با طالبان وارد شون که از طرف طالبان هم وابستگی خود داره؟ طالبان دیروز مینیست یک گروه در حقیقت در لیست سیاه نزد ایالات متحده آمریکا بود. این ایالات متحده آمریکا بر از اونا هویت بخشیدن، هویت سیاسی دادن. امروز به سراسر جهان سفر میکنن، به شکل رسمی هویت سیاسی پیدا کردن. پس اینجا ایره میطلبه که ابتدا دولت خود افغانستان صف خود به معنای واقعی از اون واحد بسازه، دیالوگ و مشاجرهایی که بین خود دارن او رو واحد بسازه، تا بتونن از موقف دفاع بکنن که طالبان بالای از اون خیلی نکنن. خیلی تشکر جناب خوستی. ما میخوایم به یک نحوه ملتسازی و دولتسازی و نظام در رابطه به آنچه که حالا در افغانستان جریان داره از شما بپرسم. آیا واقعا در افغانستان
بحث آزادی بیان، بحث مردم سالاری، بحث حکومتداری، بحث حاکمیت، اینا واقعا به گونه واقعی تطبیق شده و میشه یا نه؟ واقعا نمونه های ناقص است که فقط خاک به چشم نفوس بیچاره میزنن و خودشان همچنان مصروف معامله هستند. ډیر مننه ګرانه د سلام په وړاندې کول ته تاسو ته او درنو میلمنو ته او د آرینا تلویزیون ډیرو معززو لیدونکو اوریدونکو ته. زما په عقیده په افغانستان کې هر وخت معامله شوې ده، بدون د معاملې نه موږ ګزاره هم نه کوي، لکه مکه ملګرو چې اشاره ورته وکړه. ولې یو وارې ما هدف دا ده چې کاشکې د افغان حکومت د زرنګۍ نه کار واخلي، د هوښیارتوب نه، د پوهې نه کار واخلي چې دوی څنګه کولی شي چې دغه معامله چې اوس د افغانستان سرنوشت په دې کې معلومیږي، یعنی آینده د افغانستان په دې کې معلومیږي، صلح په دې کې معلومیږي او ورورولي او بالاخره د افغانستان اقتصاد، افغانستان صنعت او د افغانستان معرف چې دغه ټول خبرې په دې کې شامل دي، دغه د مطرح وردي. نو موږ غواړو چې د افغانستان مشران، هغه خلک چې په دوحه کې، هغه خلک چې دخیل دي دې معاملې دي چې دوی کولی شي چې موږ دپاره ګټه راوکړي، دا خلک ما په عقیده نن سبا به ډېر مهم وي چې دغه موږ ته ګټه راورسوي. او ځکه موږ ډېر تلفات ورکړل، په میلیونها خلک هم د جهاد وختونه موږ تلف شوي دي، په دغه د اخرو وختو کې هره ورځ هر کزه کونډه شوې ده، هر مور اولاد مزه لاړ شوی دی، ورونه خویندې پلار مور ټول خلک، یعنی داسې یو کور نشته چې په کې درد نه وي. دې درد بالا د دوا کولو دپاره که چیرې د افغان حکومت داسې نه شي چې اوس بیا معاملې وکړي، معامله د افغانستان نه د خلکو په ګټه ده او لکه تاسو چې خپله هم نه د دنیا په ګټه ده، یعنی ټول په دې کې سوزو یو ځای. زما عقیده داره چې هغه پړاو چې نن سبا په دوحه کې په خیر سرته رسیږي، د افغانستان لپاره واقعا هم سرنوشت ساز دی. آنچه که حالا آقای غنی به یک نحوه به او اعتراف میکنه، میگه تضمین وجود نداره که آیا واقعا طالبان از خشونت دست میکشند و یا خیر. در صورتی که نبود اطمینان در حکومت وجود داشته باشه، چرا باید زندانیان آزاد شوند؟ چرا باید مصارف صورت بگیرد؟ چرا باید همچنان ناتو کمک بکنه؟ چرا نیروهای افغان قربانی بتن؟ این چراها را پاسخ شکی میته. آیا واقعا دید شما به عنوان کسی که در حکومت کار کردید و حال هم در امریکا هستین و به یک نحوه کشور کالا قرار نیست حتی یک سربازش و یک شهروندش در هیچ نقطه از جهان مورد حمله قرار بگیره، آیا واقعا تفاوت وجود داره میان افغانستان و انسانهای دیگر و کشورهای دیگر و یا نه رهبران است که تفاوت ایجاد میکنن و اینا مردم به یک نحوه میبرن به کوره آتش؟ موږ په افغانستان کې متاسفانه ښه رهبریت نه لرلو او اوس یې هم نه لرو. د خولې خبرې شته چې هر یو غږیږي چې زه دغه مشکل حل کوم، ولې د مشکل حل کول ما بارها د تاسو د میزونه د نورو تلویزیونه ویل دي د کلو کلو چې د افغانستان صلح کلي په کابل کې نه ده، د افغان سولې کلي په واشنګټن کې ده، د افغان سولې کلي په د اتحادیې د اروپا سره، د ناتو مملکتو سره، ځکه دوی هغه خلک دي چې په افغانستان کې هم سرمایه گذاری کوي او هم د جنگ ماشین ګرم ساتي. په لحاظ ما په عقیده د افغان حکومت په دې کې خاص رول نه لري. متاسف شاهد په آخر یو کال کې چې حتی طالبان د افغان حکومت سره هم په دې باندې دوی اصلا جوړجاړی نه لري او اصلا د افغان حکومت اهمیت نه ورکوي، ځکه دوی پوهیږي چې زموږ دښمني د امریکې متحده ایالاتو سره ده. که چیرې د امریکې سره جوړه وشوه، نو امریکا بالاخره افغانستان یا د افغان حکومت او د افغان ولس دې ته مجبوروي چې تاسو به خامخا د طالبانو سره صلح ته کښېنئ. او یو دلیل دغه دی چې بالاخره غنی نه لاره ورکه شوه او بالاخره وایي چې زه لویه جرګه راغواړم، په داسې حال کې چې 15,000 بندیان خوش کړل، ولې موږ خو جرګه نه ده راغوښتې او په دغه رقم د موږ په سرحداتو باندې په 2400 کیلومتر سرحد باندې هره ورځ تجاوز دی، غیر پره څوک ولې جرګه نه راغواړي چې 400 خلکو د 400 بندیانو دپاره راغواړي؟ او اوس هم خپله اقرار کوي چې دا بندیان خطرناک دي، هم افغانستان ته، هم ملګرو ملتو ته، هم امریکې لپاره خطرناک دي. په لحاظه چون تصمیم د موږ د رهبریت نه دی، تصمیم د بل چا دی، لکه همدغه رقم چې جنګ موږ ته راوړو صلح
کدی وری بیا هم دوی به مقتدر وری ولی موږ یو شی کولای شو چې ګټه تر واخلو. یعنی کچیره د امریکای یا د ناتو هغه مملک چې افغانستان سره اوس وای چې دغه تاسو به ګټه ده، کچیره موږ دوی فکر په دې باندې را بدل کو که موږ لپاره دوی خطر هم وي، خو کولای شو چې بیا هم د یو دښمن نه بیا هم کړی شو چې ښه سفارت ترې وکړو. دا هم معلومه نه ده زما په عقیده چې طالب به په خبرو اترو کې د افغان حکومت سره څه چلند وکړي، ځکه د دوی خبرې اوس لا هم د امریکې سره دي. د افغان حکومت اولین کار دوی دا کولی شي دغه جرګه نولس یا شل نفره چې د دوحې ته ځي اول د دوی په یوه خوله شي تر څو چې دوی په خپله منځ کې جوړجاړی ونه وي. ګوره موږ تاسو څومره په دغه او وحدت ملي حکومت کې ګورې که د افغانستان احزاب ګورې څومره دوی په منځ کې تفاوت دی، دوی همغږي د خبرې یکی از پرسش ها و دیدگاه ها این است که همواره مردم به یک نحو بهانه قرار داده شده، اما رهبران سران حکومت آمدن آنچه که حالا برشان دیکته شده و یا خواستن به دست بیارن او را بیان کردن. حالا آقای غنی میگه که بحث نهایی در رابطه به جنگ و صلح افغانستان باید مردم و مجلس و یا شورای ملی تصمیم بگیره، در صورتی که نه در رابطه به لوی جرگه شورای ملی تصمیم مثبت داشت برگزار شد، نه بحث دسترخان ملی و هزاران بحث دیگر مانند سرپرستان. آیا واقعا این بازی با ملت از سوی آقای غنی و سران و حکومت بازی با سرنوشت مردم است و یا به خیر ملت است؟ دوی گرانه دست ندی چې دوی نه غواړي چې د افغانستان ولس ته یو ښه خدمت وکړي. افغان حکومت که کرزی صاحب و که ډاکټر صاحب اشرف غني دي او که ډاکټر صاحب عبدالله دی، دوی وخت دوی غواړي چې دا ملک آرام شي. متاسفانه ما تاسو هر کو د صلح کلی د دوی په لاس کې نه ده چې دوی څه پوه وکړي. یو مملکت چې د هر جناب خوستی در صورتی که کلی دست اینا نباشه و مردم به یک نحو اخفال کنن و بیراه ببرن، قربانی که مردم میته، فرزندان مادرانی که از دست میره، پدرانی که به فرزند میشن، کودکانی که یتیم میشن، پاسخش کی میته واقعا؟ تا چه زمانی باید تی بازی جریان داشته باشه و بگن کلید دست ما نیست و ما فقط آنچنانی که گفته میشه عمل میکنیم؟ آیا این خیانت نیست؟ ګران دا خیانت دی، ولې همدغې خیانت چې دوی کړی دی یا کوي دغې افغانستان ولس رایه ورکړې ده. وختې چې یو نفر ته رایه ورکړې، آیا واقعا شما رای گیریه که حالا بر اساس از او حداقل حالا یه حکومت نه حکومت قبلی را بررسی میکنن درست بود؟ آیا بر اساس مردم سالاری شیوه ای که شما در امریکا میدانین بود؟ مرز داده چې زه نه وایم چې د انتخابات شفاف و، ولی ما هدف داره چې بالاخره چې د افغانستان قضا یو سرتیفیکیت جوړوي، یو شهادتنامه جوړوي، یو چاته ورکوي، خو موږ مجبور دي کانستیتوشن. حالا قضا فکر میکنین مستقل است؟ کدام نهاد افغانستان مستقل است؟ میتونین واضح واقعا بگوین که یک نهاد مستقل در افغانستان وجود داره؟ قطعا نداری، په دې معنا نداری چې اصلا په هغه وخت کې مملکت آزاد معلومیږي چې موږ نظامي طاقت ولرو، موږ سیاسي طاقت ولرو، موږ اقتصادي طاقت ولرو. په هغه وخت کې موږ کولی شو چې دنیا ته ووایي چې یو چلنج جوړ کړو یا حداقل د خپله د خپلواکۍ ادعا وکړو. سپاسگزارم جناب خوستی. در این بخش برنامه وقفه داریم و دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. جناب نادی، اگر بپردازیم به خواست مردم افغانستان و شما به عنوان یکی از مسئولین نهادهایی که به خاطر صلح در افغانستان کار میکنه، میخوایم بپرسم که آیا واقعا مردم افغانستان در کجای تصمیم گیری در جنگ و صلح قرار دارن؟ حالا چنانچه گفته شده باید در نشست دوحه هیچ طرفی خارج از جنگ و یا هیچ طرفی که حالا در جنگ دخیل است در این نشست غایب نباشه. آیا واقعا دیده که در رابطه با طالبان در 2001 وجود داشت، فکر نمی کنین که در رابطه با دیگر گروه ها وجود داره و قرار است بعد ترها اینا سر بلند کنن و یا نه شما به عنوان یکی از شهروندان افغانستان و مسئولینی که به خاطر صلح کار میکنن خیالتان راحت است و تنها رفتن و نشستن با طالبان را راه حل میدانین؟
بله، تا جایی که مربوط به خواست مردم افغانستان میشه در هیچ کدای ما شک نداریم، به شمول طالبان و نیروهای دیگر، نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان و یا نیروهای مخالف سیاسی دولت افغانستان که تمام ملت افغانستان صلح میخواهند، در هیچ شک وجود نی خواست ملت افغانستان هستند. به ارتباط لوی جرگه مشورتی میخواهیم خدمت دوستا و عزیزه خود اعلان کنم که هیچ پرداخت مالی بالاتر از ارزش زندگی یک سرباز وطن ما نیست. اگر 330 میلیون مصرف کردن یا بیلیون دلار مصرف کنن، اگر بتانیم که ما جلوگیری از خونریزی و برادرکشی را سبب شویم، با این قیمت هیچ قیمت گزاف نیست. ما فکر میکنم کاملا ارزش داره. یکی اما شما را به این باور هستن جناب نادی که امی زندانیایی که در رابطه با اونا صحبت شده، اینا قبل از قبل رها شده بودن و یک تیم وجود داره که به هر نام و به هر طریق میخواهه که پول ملت افغانستان را سر بکشه. آیا شما با این دیدگاه موافق هستین و اگر نه خیلی مسائل دیگه وجود داره؟ 90% مردم افغانستان زیر خط فقر دو دلاری زندگی میکنن، یعنی چه؟ بله، دلیلی که ملت افغانستان، یکی از دلایل اساسی که ملت افغانستان و بیشتر از 90% زیر خط فقر زندگی میکنن، همی جنگ است، همی برادرکشی است. امروز دولت افغانستان شاید 60% بودجه ملی افغانستان را در دفاع از افغانستان مصرف کنند، در حالی که اگر جنگ نباشه، برادرکشی نباشه، ما میتونیم بسیار زود و به سرعت میتونیم به مشکل اقتصادی مردم خود بپردازیم و سطح زندگی مردم از زیر خط فقر به بالا انتقال بدیم و بتونن مسئولتر و با رفاه زندگی کنند. یک مثلا مسئله دیگه که تعداد میگن این زندانیا قبل از قبل رها شده بودن، من هنوز ثبوتی به این ادعا ندارم. میدونن که اگه دعایی باشه که شک و تردید در مورد عمل خب، از لحاظ حقوق بشری شما در بخش صلح کار میکنن جناب نادی، با توجه به احترامی که حالا به شما داریم به عنوان استاد، بس حق و لبدی را به جز ورثه کس دیگری برش تصمیم گرفته نمیتونه. چه کسی این صلاحیت را میتونه که بیم در یک نحوه، در یک جرگه، در یک گفتمان اونا را ببخشیم در صورتی که هیچ کس از وارثین وجود نداشته باشه؟ یعنی چه واقعا شما با عنوان کسانی که به خاطر صلح، به خاطر حقوق بشر کار میکنین، این چگونه میبینین؟ از کدام دیدگاه میبینین؟ سیاسی میبینین یا و یا مدنی میبینین؟ من این از هر دو دیدگاه میبینم، به این معنا که بدون شک مسائل اقلامدی را صلاحیتش دکتر سیف اشرف غنی یا رئیس جمهور افغانستان، هر کسی که میدانست باشه، نداشته و نداره. به اون خاطر با مردم مشوره کردن و از مردم مشوره گرفتن که چی بکنن. یک مسئله دیگه ای که در مورد بسیاری از زندانیا حکم اعدام از طرف قضای افغانستان صادر شده بود و اونا باید یک اعدام میشنن، ولی از آنجایی که ملت افغانستان در طی نیم قرن گذشته در یک موقف خیلی بیچاره و ناچار قرار داده شده، ما بعضا مجبور میشیم که تصامیم بگیریم که خلاف حتی فیصله های قضایی است، ولی بتانیم به این فکر و به این منظور که بتانیم در آینده مسائل را تامین کنیم و جلوی خونریزی بیشتر بگیریم و از این قضایای عقلبدی جلوگیری شود که دیگر در افغانستان تکرار نشود. البته در اینجا ما همیشه پیشنهاد کردیم و باز هم میکنیم که کشورهای دیگه مانند، مثلا من خودم در فیسبوک من نوشته کرده بودم که باید از اینترنشنال کریمینال کورت مفرد جبهه از حقوق بشر باید در جرگه بیاید، دیگه سازمان های بین المللی که طرفدار صلح و حقوق بشر و دموکراسی و این آن هستن باید حاضر باشن تا ببینن که ملت افغانستان چگونه میتونه یک خب تصمیم کاملا مقبول و مورد قبول همه را بگیرن که ما بتونیم زمینه آوردن صلح در افغانستان تسهیل بخشیم، بدون از اینکه کدام طرف به حساب از لحاظ قضایی حقوقش تلف شده باشه. آقای خوستی چنین اشاره کردند که حکومت افغانستان به یک نحوه به خودش تصمیم گیرنده نیست و کلید و تصامیمی که گرفته میشه اصلا ربط به آقای غنی و تیم حکومت توی موارد نداره. شما چقدر با این دیدگاه موافق هستین؟ و بحث خیانت هم مطرح شد، آقای خوستی هم گفتن که واضح است در صورتی که چنین باشه و همدست مجرم بودن خودش مجرم است. خب دیدگاه شما چیست؟ واقعا این مسیری را که ما میریم با توجه به این همه چالش و واقعا افتضاح، نتیجهش چی است؟ میان طالب و حکومت مردم به یک نحوی از هیچ کدام خاطره خوشی ندارد. چه کسی میتونه واقعا برای مردم دلخوشی به میان بیاره؟ ببینید، باز هم میگم جنگ افغانستان از بیرون بالای مردم افغانستان تحمیل شده. زمانی که ما امی دولت را تشکیل میدادن یا دولت قبل از او را تشکیل میدادن،
در کابل که بیشتر از 60-70 هزار افغان هموطن ما شما قتل شدن و قاتلان از اونا 20 سال دیگه هم در افغانستان حکومت کردن و همیشان حفر شدن به خاطر از اینکه ما میخواستیم به صلح برسیم، در حالی که اگر قضایا را اگر بخوایم دوسیه به دوسیه تحقیق کنیم بسیاری از رهبران سیاسی افغانستان که امروز قدرتمند هستند اونا همیشان شاید بالاخره به زندان عاقبتشان تمام شود، ولی باز هم به خاطر از اینکه ما به صلح برسیم بسیاری از مسائل حقوقی را حتی ازش میگذریم. سوال هم اینجاست جناب نادی، بحث صلح تنها پایان جنگ نیست، بحث و یک نحوه ریشکن شدن خشونت و صلح خودش معنای تعادل و به یک نحو اعتدال است. آیا واقعا در این صلح شما چیزی را به نام اعتدال و برابری و به یک نحو همه پسند بودن میبینین و یا نه فقط دو تیم است که میای مذاکره میکنه ولی جنگجویانشان به خاطر فقر که برنامه هنوز وجود نداره ممکن است هنوز هم در خیابانها و شاهراها بلند شوند و زورگیری کنند؟ من در این شک ندارم، به خاطر از اینکه ما همیشه طرفدار صلح بودیم که باید برای ما در سطح بین‌المللی تضمینات داده شود، ولی زمانی که جامعه بین‌المللی که در جنگ افغانستان دخیل هستند و نمیخواین برای ما تضمین بدن، ما چاره ما چه هست؟ ما از بیچارگی تصمیم میگیریم، ما از ناچاری تصمیم میگیریم، به خاطر از اینکه اولویت اساسی و عمده‌ای که همه مردم افغانستان میخواین عبارت از صلح است. صلح باید به هر شکلی که میشه، به هر قیمتی که میشه به افغانستان بیاید. بعضن ما کیسای بسیار جنایتکارانه و کیسای خائنانه ای را که در افغانستان سبب جنگ و تشدید جنگ و ادامه جنگ شده باید نادیده بگیریم، چاره دیگر نداریم. اگر زمانی میشه که در افغانستان حاکمیت قانون به حساب حاکم میشه و جاری میشه و ما بتونیم به صورت رتروکتیولی یعنی بریم دوباره به گذشته و کیسا را یک به یک دوباره مطالعه کنیم و مورد قضاوت قرار بدیم، شاید در وقت ما بتونیم به خاطر یعنی یک درس یعنی شما از بین بد و بدتر در انتظار بهتر هستین و این دیدگاه را و این انتظار را دارین و یا نه واقعا بد و بدتر یک جا میشه و فاجعه میشه؟ نه، بد و بدتر ما فکر میکنم اگر منتج به صلح شود، اگر منتج به مذاکرات حالا از بد و بدتر چی نتیجه به دست میاریم جناب نادی؟ باور شما چی است؟ نتیجه چه خواهد بود؟ بین بد و بدتر زمانی که معادله بین دو قسمت باشه نتیجه چی است؟ خب اگر نتیجه بازم میگم اگر نتیجه صلح باشه نه حالا فکر میکنین که بین بد و بدتر نتیجه صلح خواهد شد؟ چاره دیگه نیست. سپاسگزارم. شما به اطمینان گفتم میتونم که طالبان به تنهایی نمیتونن بالای ملت افغانستان صلح خود از طریق اهمال زور تامین کنن. هیچ امکان ندارم، منطق هم این اجازه نمیده. تا دیروز طالبان اصلا دولت افغانستان به رسمیت نمیشناختن، ولی امروز در ازی که بالاخره باید با دولت افغانستان مذاکره کنن بعضی صحبت ها را میکنن و اینا ناچار هستن، چاره دیگه ندارن. طالبان او رقمی هم که دنیا بزرگ نشان داده و در ذهن مردم افغانستان اونقدر بزرگ هم نیستن، قطع آنمندی هم ندارن. سپاسگزارم. اینا مجبور و مکلف هستن، اخلاقا از دینن و از دیدگاه انسانیت و افغانیت که بالاخره باید به مذاکره تن در بدن و بالاخره باید یک راهی چاره‌ای را پیدا کنن که روی از دو تفاهم صورت بگیره تا دلایل جنگ دفع شود، دوباره ایجاد نشه و در افغانستان بتونیم مقصد پایدار داشته باشیم. به هیچ وجه من این حرف تایید نمی کنم که اگر ما از بعض به اصطلاح بگویم از بعض امکاناتی که ما در اختیار داریم به خاطر تامین صلح و یا عدم آن ما بعض جنایت را نادیده میگیریم و سبب صلح هم شوه، ما او را غیر قابل قبول میدانیم. برای ما جلوگیری از جنگ، جلوگیری از خونریزی بیشتر، جلوگیری از برادرکشی بیشتر، نگرانی به مراتب سپاس بزرگتر است تا اینکه ما از جنایات و خیانت یک تعداد کسایی که در شرایط ناچاری افتاده ایم او را نادیده بگیریم. سپاسگزارم. جناب یوسفی، یکی از مواردی که قابل بحث است نبود انگیزه در طرف طالبان برای نشستن با حکومت افغانستان است که ایره حکومت افغانستان هم به یک نحو تایید میکنه. آقای عمر روز گذشته گفتند که طالبان هیچ چیز ندارند که در میز بنشینند و به بحث علمی بپردازند جز خشونت. آیا واقعا حکومت افغانستان توان دفاع از ارزش هایی که حالا خود حکومت به یک نحو او را تصویر ساخته و کلان ساخته را داره و یا نه بازی است که طالب و حکومت و امریکا و روسیه و داعش اینا همه به یک نحو همه دست در یک کاسه است و همه مردم افغانستان قربانی هستند و آیا نیروی وجود نداره که به یک نحو راهگشا باشه
و بتانه واقعا از درون مردم باشه و برای مردم باشه؟ مورد که در قضیه صلح افغانستان دخالت دارن مختلف هستن، متعدد. هر کدام از اینا منافع خود در قضیه صلح افغانستان میبینن، از دولت افغانستان گرفته تا طالبان تا کشورهایی که در قضیه افغانستان در سطح ابرقدرت داخل هستن. روسیه شرایط خود داره در قضیه صلح افغانستان، به طور کوتاه مدت نمیخواد در صلح در افغانستان بیه. ایالات متحده امریکا تا زمان انتخابات بحث قضیه صلح براتون ارزشمند است که بتوانند برای انتخابات ایالات متحده امریکا استفاده بکنند، چون نگرانی بزرگ بابت این قضیه در ایالات متحده امریکا وجود داره که آقای ترامپ تا بال گزینی که بتوانند مردم ایالات متحده امریکا را قناعت بده که در طی 4 سال او را انجام داده نیست، چون هرچی که وعده داده بود تا بال برخلاف از او کار صورت گرفته. ضمناً دیپلماسی های قبلی، استراتژی های قبلی ایالات متحده امریکا را هم میتونم بگم تا حدود با چالش مواجه کرده. یکی از جمله وعدهایشی بود که من نیروهای خود در افغانستان میکشم و زمانی میتونه این هم تحقق پیدا بکنه که در افغانستان در حقیقت صلح پایدار وجود داشته باشه. به این لحاظ تاکید ایالات متحده امریکا بر این است که ما فعلا به طرف صلح بریم تا بتونه او گزینه رو در انتخابات ایالات متحده امریکا استفاده بکنه، اما در کوتاه مدت منافع کشورهای منطقه در صلح افغانستان تامین نمیشه. این یک نگرانی بزرگ است که روسیه هم داره، کشورهای همسایه افغانستان هم داره، کشورهای منطقه هم داره. و از طرف چالش بزرگتر از همه کی ایست که طرفین درگیر صلح اینا خودشان مشکلات خود دارن. طالبان به نوع مشکلات دیگه داره، دولت افغانستان به نوع مشکلات متفاوتتر از خود طالبان دارن. حکومت افغانستان تا بال تشکیل نشده، کابینه افغانستان تا بال اعلان نشده. وقتی که شما چنین عدم اعتماد در بین خود طرفین صلح داشته باشیم، چطور میتونیم نتیجه مؤثر رو که به خیر مردم افغانستان تمام شوه داشته باشیم؟ ما فکر میکنم بحث جرگاه که پول مصرف شده اینا همه در حقیقت مطارق گذاف بوده، چون ما میتونیم که در حقیقت به چنین نتایج از طریق قوهای بالاتر از جرگه مشورتی هم برسیم. درست. قوه مقننه افغانستان، قوه قضایی افغانستان، درست، با قوه اجرایی افغانستان یک جایی میشدن، میتونستن به این فیصله برسن. که اگر جنبندی داشته باشیم جناب یوسفی، آیا واقعا فکر میکنین که تیم آقای غنی، تیم کابل به خاطر مردم افغانستان حاضر است از قدرت و از حاکمیت بگذره و صلح تامین کنه و این گزینه فکر میکنین که روی دست است و یا خیر، و در کنارش آیا فشار بیرونی باعث میشه که تغییرات ایجاد شه و یا خیر؟ مشکل همین جاست. همین تیم کابل یا حکومت افغانستان من فکر نمیکنم با تمام معنی در قضیه صلح صادقانه برخورد بکنن، به خاطر اینکه ابتدا اول بین خود از اینا مشکلات وجود داره. بین آقای عبدالله و آقای غنی هنوز مشکلات نهایی نشده. درست است که در روی کاغذ اینا تفاهم کردن، اما عملا ما میبینیم که تا به حال کابینه افغانستان اعلان نشده. این چالش عادی نیست. وقتی که اینا در بحث قضاهای خرد و کوچک با همدیگر نتوانند فداکاری بکنن، در بحث قضیه صلح که میطلبه که باید اینا کنار برن از دولت، شاید حکومت موقت تشکیل شود، شاید در حکومت موقت رئیس جمهور دیگر باشه، آیا ممکن است که این دولت او رو بپذیرد؟ این چالش خیلی بزرگ است. ضرورت به این است که دولت افغانستان به خاطر بحث قضیه صلح که اولویت مردم افغانستان است و نزد مردم افغانستان جایگاه خیلی متفاوت داره، فداکاری های بیشتر در حقیقت دولت افغانستان انجام بده. ابتدا بین خود به تفاهم برسن، بعد از او باز با تفاهم با طالبان باید یک سلسله قضایا کوتاه بیان که او کوتاه آمدن هم ممکن است مجر به این باشه که از دولت کنار برن. مورای دیگر به حیث موقت شرط ما یک سال تا دو سال تعیین شود تا بستر بسازن بر انتخابات آینده افغانستان. به این لحاظ من بیشتر از این که از خارجی ها انتظار داشته باشم، از داخل انتظار بیشتر دارم که اینا تفاهم بکنن. از فرصت پیش آمده که خیلی تنگ است، روز به روز هم این دریچه تنگتر میشه، از این استفاده عدمی رو بکنن تا ما در حقیقت به طرف صلح بریم که همه گروه های درگیر و متخاصم و اپوزیسیون در او دخیل باشن و بستر بر انتخابات آینده افغانستان. سپاسگزارم. جناب خوستی، در پایان میخوام از شما بپرسم که آیا واقعا نگرانی وجود داره در دل شما و در دید شما که حالا اگر بحث طالبان و صلح با طالبان
داغ شوه، ممکن است جنگ افغانستان وارد مرحله جدید شوه و ما بریم باسم به ادامه جنگ با شیوه های تازه و یا نه میکانیزم و برنامه ها به گونه همه جانبه ریخته شده و ممکن است که از او جلوگیری شوه. او درانه مخکې در از تاسو سوال مو زری غته ځواب ورکوم، ولې غواړم چې یو نقطه یو تاسو سوال بعد او بدتر وز بغي باندې یو ځواب درته وایم، او هم د افغانستان د لوی جرګه د مشورتي جرګې په حق لا زه باید تاسو وایم په صفت یو مامور د حکومت د وخت دا کوډ د پیسې چې د $300 دی دا د کوډ د 90 نه دی. کوډ 90 هغه دی چې د افغانستان د خلکو د خولو یا د هغې پیسې نه دي. دا پیسې راځي د نور جهان نه راځي، همدغه رقم نور معاملات په افغانستان کېږي. یو کوډ دی لري چې هغې نه دوی کولی شي چې میلیون هاو ډالر دوی مصرف کړي بدون د نه چې چا ته حسابدهي ورکړي. فلحاظ ما په عقیده دا اصلا ناچیزه. دویم، حالا اگر اینا پاسخ بتین که 90% مردم زمانی که در فقر هستن، مردم نان ندارن، بیش از 50% مردم جوانان بیکار هستن، ای کود به او درد نمیخوره و تنها به خاطر برنامه های نمایشی است و یا میشه واقعا اگر دل به سوزه او را تغییر داد به جهات دیگر؟ نه ګرانه، زه بهته غواړم دغه شی باندې ما تاسو ته دغه موضوع درته تشریح کوله چې دا په دې د $2 د فقر خچ دی په دې پورې هم اړه نه لري. هدف مې په دې کې دا دی چې دغه پیسې د افغانستان د ولس پیسې نه دي، دا د نور جهان پیسې. خب به خاطر کی مصرف میشه و به خاطر چی مصرف میشه ای مهم است. در صورتی که ما یک چا داشته باشیم و او آب بته و فقط یک 2 متر کار داشته باشه تا او را بکنیم، چی نیاز است تا 50 متر چای دیگری بکنیم؟ اجازه را گرانزو مهربانی صاحب. نو هدف داره چه ده پیسی پا دوی پر اران داری. دویم، دغه جورج پامپیو د امریکای وزیر خارجه زګه اشرفغنی د ته شکایت وکړي چې کچیر د باندې ما باندې خوشی کوي افغانستان خلک د دې لپاره یعنی مثبت ځواب نه راکوي. دا دوی ورته وایي چې ښه خبره ده، تاسو خو جرګه لره جرګه راوغواړئ. حال دا چې په تاریخ د افغانستان کې موږ د 200-300 نفر دپاره موږ جرګه نه تر وخت جرګه د افغانستان دپاره ده چې په افغانستان باندې خدای مکړه تجاوز وي، یو ملي او غټه مسله وي، یا د کانسټیټیوشن د قانون اساسي مسله وي، په هغې وخت کې تاسو جرګه راوغواړئ. ولې نه چې یو بندي خلاصوئ تاسو به جرګه راوغواړئ. او په حال دا چې ټول د افغانستان حکومت فیصله مخکې نه دغه وایي چې دوی غواړي چې د صلح په بدل کې د څلور سوه ظالمان د څلور سوه انتحاریګران دغه خوشي کړي. یعنې په دې کې کوم شک نه و، ولې اشرف غني په هغه وخت چې دغه ملامتیا د خپل ځانه واخلي او په ملت باندې واچي چې حالا فکر میکنین واقعا کسانی که تا به حال با ملت افغانستان چنین کردن به فکر ملامتی و به فکر زخم زبان هستن؟ واقعا اینا چنین احساسی داره؟ دوی خوباری کنه، هدف داره چه ما جرگه را وقته تاسو دی افغانستان. حالا من فکر نمی کنم به عنوان یک جوان که تنها بحث ملامتی باشه، بحث های کلانتر است. بسیار زیاد تشکر جناب خوستی، جناب یوسفی و جناب نادی، خیلی سپاس. چی دین از فقران فقط خبر افتی کنه وقتم اشتا یا ده قانون؟ فقط 30 ثانیه. او فقط دویم دا چې د ملامت و بتر څوک دی؟ ملامت وروجه د افغانستان د امریکا و چې افغانستان ته راغله، او بتر موږ چې موږ یو یووالی ښه حکومت جوړ نه کړو چې خلکو ته پاره خدمات و کسانی که هنوز هم به مو فکر کار میکنن و امضا میکنن و قدم میگذارن هنوز چه؟ در رأس هستن. یعنی هدف داره ګرانه چې یو د دوی نه دي خپله ملامتیا که چېر مو خپل ځانونه د افغانستان حکومت او همچنان خلک خپل ځانونه په آینه کې وګوري چې وروره موږ سه وخت خطا کړې ده، او مو کړې ده. موږ د افغانستان دپاره قدمونه نه دي اوچت کړي، پیسې ډېرې په اندازې افغانستان ته راغلې، ولې متاسفانه و 20 سال از همی تیم است که همو پیسا را مدیریت میکنن و همی پیسا را به یک نحوه میفهمند در کجا مصرف کنن. بسیار زیاد تشکر از مهمانان گرامی، وقتتان بخیر و امیدوار هستیم که مردم افغانستان هم روزی برسه که بتانن به آنچه که واقعا حقشان است برسن و چنانچه زندگی مدنی و انسانی و آنچه که اسلامی است به او دست پیدا بکنن. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار همه.